درود بر شما. با 180 ثانیه چهارشنبه دهم مرداد ما همراه ما باشید. خبرگزاری تسنیم بامداد امروز چهارشنبه دهم مرداد به نقل از سپاه پاسداران از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران خبر داد. گفته می شود رهبر شاخه سیاسی حماس با اصابت یک پرتابه از آسمان به محل اقامتش در شمال تهران کشته شده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که روز سه‌شنبه و قبل از مراسم تحلیف با او دیدار کرده بود چهارشنبه در پیامی گفت این حادثه تلخ و سخت در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است و خونخواهی برای به گفته او مهمان عزیز خود را وظیفه حکومت دانست. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز درباره احتمال دخیل بودن نفوذ در ترور هنیه گفته است شکی نیست که هنوز هم مسئله نفوذ در کشور وجود دارد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده در کشته شدن اسماعیل هنیه دخالتی نداشته است، اما وزیر دفاع آمریکا با خودداری از اظهار نظر درباره کشته شدن اسماعیل هنیه تاکید کرد که جنگ اجتناب ناپذیر نیست، اما چنانچه اسرائیل مورد حمله قرار گیرد آمریکا قطعاً به دفاع از آن کشور کمک خواهد کرد. مقامات برخی کشورها همچون ترکیه و روسیه و چین این حمله را محکوم کرده و برخی دیگر همچون آلمان و استرالیا خواهان دوری از تشدید تنش شده و طرفین را به آرامش دعوت کردند. دادستانی تهران اعلام کرد از صبح امروز و پس از انتشار خبر کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران با رصد فضای مجازی و شناسایی متخلفان برخی از این افراد احضار تذکر گرفته و برای برخی نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. این نهاد قضایی با انتشار اطلاعیه‌ای از فعالان رسانه‌ای و مجازی کشور خواست از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند پرهیز کنند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که فؤاد شکر یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان را سه‌شنبه شب در حمله به جنوب بیروت کشته است. حزب الله لبنان نیز در ابتدا طی بیانیه‌ای حضور او در ساختمان هدف حمله را تایید کرد و گفت که آوار برداری همچنان ادامه دارد، اما در نهایت با تأخیر خبر مرگ وی را منتشر کرد. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه از شنیده شدن صدای انفجار و دیده شدن دود در منطقه سید زینب در حومه دمشق خبر داد. انفجارها در یک انبار رخ داده است. سید زینب منطقه است که گمان می‌رود جمهوری اسلامی و نیروهای وابستش در آن حضور پررنگ دارند.